پس از ماجرای تعرض عده‌ای اراذل اوباش به تعدادی که در یکی از باغات خمینی شهر به تفریح مشغول بودند، افکار عمومی اصفهان به ویژه خمینی شهر در انتظار برخورد سریع و شدید قضایی با عوامل این حادثه است. همسایه این باغ که یک نفر اونجا ساکن بوده، با مشاهده رفتار این افرادی که داخل باغ بودند و مقداری هم تحریک‌آمیز بوده با سر صدایی که ایجاد میکنند، اون فرد تحریک میشه و دوستان خودش رو فراخوانی میکنه. 13 نفر از دوستان خودش میان تو اون باغ و نهایتاً حمله میکنن به این خانواده و مردها رو در داخل اتاقی زندانی میکنن و زنها رو با خودشون میبرن و بعد از آزار اذیت جنسی اینها رو آزاد میکنن. چگونگی رفتار کسانی که برای تفریح در آن باغ جمع شده بودند مسئله قابل تأمل است، اما مهم این است که هیچ کس و به هیچ دلیلی بجز با حکم قانون حق ورود به حریم شخصی افراد را ندارد. امنیت خصوصی مردم مورد احترام تشکیلات قضایی و نظام هست، بنابراین ما با قاطعیت در مقابل افرادی که امنیت خصوصی مردم را مورد تعرض قرار میدن برخورد خواهیم کرد. با پیگیری نیروی انتظامی شماری از اراذل اوباش مهاجم دستگیر شدند. 5 نفر از مهاجمین که داخل در این حادثه دست داشتند بلافاصله دستگیر میشن، تا ظهر همون روز این افراد دستگیر میشن. ما بقیه اینها از شهرستان متواره شده بودن که منتها در همون ساعت اولیه همه اینها شناسایی شدن، برای پلیس کاملا مشخص میشه که اینها کی هستند و الان در تعقیب اون افراد متواری هستیم. آیا قوه قضاییه قول میدهد اراذل اوباشی را که گستاخانه و با پررویی امنیت جامعه را دچار مشکل میکنند به سرعت و قاطعانه مجازات کند؟ به صورت فوق‌العاده و ویژه در دادگاه کیفری استان به اتهام اینها رسیدگی خواهد شد و مراحلی هم که تو اون روند دادرسی باید انجام بشه و در دیوان عالی کشور پیگیری بشه، ما هماهنگی‌هایی با مسئولین محترم قوه قضاییه به عمل آوردیم که به صورت ویژه و فوق‌العاده پرونده در دیوان عالی کشور هم مطرح بشه و انشالله به سرعت و به زودی مردم محل شاهد مجازات افرادی که هنجار شکنی میکنن و به اصطلاح موجب حرکاتی میشن که افکار عمومی جامعه را جریحه دار میکنن باشن.